تکرار ردیف هدر جداول در چاپ. همونطور که در این کاربرگ ملاحظه میکنین، این قسمتی که براتون مشخص میکنم هدر این جدوله، شامل ردیف، نام و نام خانوادگی و وضعیت. اگر بخوایم این جدول رو چاپ بگیریم، با توجه به اینکه تعداد سطرهای اون کمه، این قسمت هدر در چاپ برای ما در اوراق آ4 یا آ5 دیده میشه. اگر به این کاربرگ بریم، در این کاربرگ ردیف، نام و نام خانوادگی و وضعیت رو داریم. در این سلول کلیک چپ میکنیم، قرتک وسط موز رو من اینجا حرکت میدم. ملاحظه کنید که تعداد سطرها در این جدول عدد 126. بر روی فایل کلیک چپ میکنیم، اشارهگر موز رو بر روی پرینت قرار میدیم، کلیک چپ میکنیم. اینجا اگر ملاحظه کنید، برای ما در این قسمت پایین اومده تعداد صفحات رو مشخص کرده، صفحه 1 از 4. در صفحه اول اینجا این قسمت هدر قابل مشاهده است. در این قسمت بر روی نکس کلیک میکنیم. اگر ملاحظه کنید، قسمت هدر جدول که در این بالا قرار داره، در صفحه 2 یا در صفحه 3 یا در صفحه 4 که اینجا من رفتم، اون دیگه قابلیت مشاهده رو نداره و در پرینت برای ما دیده نمیشه. برای اینکه بتونیم هدر یک جدول رو در سایر صفحات در چاپ داشته باشیم، میبایست مراحل زیر رو انجام بدیم. من اینجا اشارهگر موس رو بر روی بک قرار میدم و به ورکشیت اکسل برمیگردیم. در نوار ریبون بر روی سربرگ پیج لی اوت کلیک چپ میکنیم، اشارهگر موس رو بر روی این فلش مورب پیج ستاپ قرار میدیم، کلیک چپ میکنیم. دیالوگ باکس پیج ستاپ ظاهر میشه. بر روی سربرگ شیت کلیک چپ میکنیم. در این قسمت که براتون مشخص میکنم، پرینت تایتل رو داریم. میبایست در این کادر راوز تو ریپیت ات تاپ، راوز به معنای سطرها، ریپیت تکرار شدن، ات تاپ میگه اون محدوده‌ای که میبایست در قسمت بالا از سطرها تکرار بشه رو انتخاب کنیم. در این قسمت کلیک چپ میکنیم، در ورکشیت به سمت بالا حرکت میکنم و میایم این سطر 1 رو ببینید، اشارهگر موس تبدیل به یک اروی لف شده. اشارهگر موس رو بر روی سطر 1 قرار میدیم و کلیک چپ میکنیم. اگر ملاحظه کنین، در این قسمت برای ما سطر اول رو به صورت مطلق مشخص کرد. این علامت های دالر که دارید میبینین نشان دهنده مطلق شدن سطر 1. بر روی اوکی کلیک چپ میکنیم، بر روی فایل کلیک، اشارهگر موس رو بر روی پرینت قرار میدیم، کلیک چپ میکنیم. مجددا برگشتیم به حالت پیش نمایش چاپ. در صفحه اول که در حالت معمول هم این قسمت هدر یا سطر اول وجود داشت، بر روی نکس کلیک چپ میکنیم. در صفحه دوم هم اینجا اگر ملاحظه کنید، سطر اول وجود داره. نکس، به صفحه سوم میریم، اینجا اگر ملاحظه کنید باز هم سطر اول وجود داره. نکس، و در صفحه 4 هم اگر ملاحظه کنین سطر اول وجود داره.